سرخط خبرها. برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید میگن. بازگشایی مساجد و مراسم نماز جمعه در ایران از فردا. دولت میگوید تلفات کرونا به کمترین حد در 55 روز اخیر رسیدن. بازگشایی عبادتگاه‌ها در آلمان، اسپانیا کمترین تعداد قربانیان کرونا از زمان آغاز قرنطینه را ثبت کرده. اعتراض 12,000 وکیل به آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه ایران، وکلا میگویند استقلالشان به خطر افتاده. از سفر مانده و از خطوط هوایی رانده، کارزار مسافران سرگردان برای پس گرفتن پول پروازهای لغو شده بر اثر کرونا. سلام بر شما، عصر بخیر. به این بخش زنده خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. رئیس جمهوری ایران میگوید مساجد در 132 شهرستان که به گفته او وضعیت سفید و کم خطر دارند از فردا دوباره باز خواهند شد و احتمالاً دو هفته بعد هم مدارس کار خود را آغاز خواهند کرد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در شبانه روز گذشته تنها 47 نفر جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند که کمترین در 55 روز گذشته است. بر اساس آمار رسمی نزدیک به 500,000 نفر در ایران آزمایش تشخیص کرونا دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. ما الان بازگشایی ها رو آرام آرام سرانجام دولت ایران در مقابل فشارها برای بازگشایی اماکن مذهبی عقب نشینی کرد. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن. همزمان با رسیدن ماه رمضان در میان بعضی از مذهبیون این انتظار وجود داشت که دولت اماکن مذهبی و مساجد را بازگشایی کند. اینجا در مشهد همزمان با تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان عده بیرون حرم جمع شدند. آقای روحانی درباره بازگشایی حرم‌ها به ویژه در مشهد و قم صحبتی نکرده. پیش از این 226 مداح و روحانی در نامه‌ای به ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته بودند درهای حرم به روی مردم باز شود. همزمان سخنگوی سپاه از برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس در تهران خبر داده. رمضان شریف گفته که می‌شود از راه‌های دیگر برای گرامی داشت این روز در سطح ملی و بین‌المللی استفاده برد، اما اشاره‌ای به این راه‌ها نکرده. اولا میخوام از مردم عزیز و بزرگوار تشکر. رئیس جمهوری ایران امروز در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا از رعایت پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت توسط مردم هم تشکر کرد. پروتکل‌هایی که اعلام شده به مردم، حالا چه به صنوف چه به مردم، که باید مورد مراعات قرار بدن، در مجموع 83% به طور متوسط مراعات شده در کشور. در بعضی از شهرستان‌ها 92% مورد مراعات بوده، حالا بعضی جاها 80% بوده، حالا تهران خب یه شهر بزرگی است، یه مقدار کمتر بوده. اما تصاویری که در خبرگزاری‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که بخش زیادی از مردم به دلیل تعطیل نبودن ادارات و کارخانه‌ها مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند یا در بازارها و خیابان‌ها در حال رفت و آمدند، مسئله‌ای که انتقاد بسیاری از پزشکان و متخصصان را در پی داشته. فرهاد ابوالنژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی در استان خوزستان از قوه قهریه استفاده می‌شود. به گفته او در بعضی از شهرستان‌ها مراسم عروسی و ترحیم برپاست و این وضعیت آمار ابتلا به کرونا را افزایش داده. وزارت بهداشت پیشتر درباره موج دوم و سوم همه‌گیری کرونا هشدار داده و گفته بود بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی باید ادامه یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت 97,424 نفر تا ظهر امروز در ایران به کرونا مبتلا شدند. 6,203 نفر هم بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. 78,422 نفر از مبتلایان هم بهبود یافتند.
منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از مقام‌های سیاسی و بهداشتی و همچنین منابع خارجی درباره درستی آمارهای رسمی مربوط به کرونا در ایران ابراز تردید کردند. فرین آسمی، بی بی سی. از دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه درباره بازگشایی مناطقی پرسیدم که دولت ایران سفید می‌نامد. حضورتون عرض کنم که ویروس خواه خوب عملکرد خودشون رو دارن، نه به آقای جانسون گوش میدن نه به مسئولین ایران گوش میدن. خب به هر حال بایستی در رابطه با اینجور مسائل یه عملکرد علمی داشت. من فکر میکنم بهترین راهی که در رابطه با بازگشایی اماکن یا جاهای مختلف در هر کشوری میشه انجام داد این هستش که ما بایستی سطح ایمنی افراد جامعه رو نسبت به یک ویروس بسنجیم. به طور مثال عرض میکنم چیزی که عملی است در ایران، ما در روزهای اخیر شنیدیم که در ایران ادعا شده که ایران میتونه کیت‌های آنتی‌بادی رو به خارج حتی صادر بکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم در این زمینه این هستش که در هر شهری ما میتونیم مرکز هر استانی میتونیم مرکز اون استان رو به طور نمونه برداشت بکنیم و تعدادی از خانوارها رو به طور تصادفی آزمایش بکنیم، کسایی که علائم بیماری رو ندارن و بسنجیم که سطح ایمنی در جامعه ما در چه حدودی قرار داره. اگر به فرض سطح ایمنی نسبت به ویروس در جامعه ما 4-5% جامعه هست، اگر که ما محدودیت ها رو برداریم مواجه خواهیم بود با موج بسیار شدید بیماری. آقای دکتر اجازه بدید که من همینجا مطرح بکنم، البته در گزارش بعدی هم ما خواهیم داشت، مثلا آلمان عبادتگاه ها رو باز کرده، ممکنه ایران آلمان رو مثال بزنه برای بسیاری و بگه چرا اونها بکنن و ما نه. شیوهی که آلمان پیش گرفته چه هستش؟ آلمان کارهایی رو که انجام داده با استفاده از مطالعات اپیدمیولوژیکی بسیار بوده، همین چیزی است که من عرض کردم. حتی در انگلستان ملاحظه بفرمایید مطالعه در جریان هست با حدود 20,000 نمونه که به طور اتفاقی 20,000 افراد در شهرهای مختلف که علائم بیماری رو ندارن از سنین مختلف به طور تصادفی مورد مطالعه قرار میگیرن که سطح ایمنی مشخص بشه. در آمریکا هم در چندین نقطه مختلفی نازمش انجام شده و ما باید بدونیم که درصدی که از افراد جامعه که به ویروس ایمن هستن در جامعه چقدر هست و بعد بتونیم این کارها رو آزاد بکنیم. اگر ما همچین مطالعه نداشته باشیم این میشه مثل یک چیزی که ما نمیدونیم چی پیش خواهد آمد. و شمار آزمایش ها چطور آقای دکتر؟ شمار آزمایش ها برحال در ایران با اینکه میگن بسیار هست ولی وقتی رقم ها رو میسنجیم در ایران مکسیموم یا حداکثر میزانی که اعلام شده 15,000 آزمایش در روز است در مقایسه با بریتانیا و آلمان که به روزی بیش از 100,000 نفر رسیدن. بله میدونیم حتی بریتانیا هم خیلی تند نبوده در این مسیر، آلمان بسیار عالی بوده، کره جنوبی بسیار عالی بوده، اینها بسیار بسیار خوب در این زمینه کار کردن. تعداد فکر میکنم نسبت به جمعیت ایران ما اگر بخوایم تعداد تست ایدار رو بگیم باید یه چیزی حدود 80,000 به بالا رو در نظر میداشتیم، ولی در رابطه باز کردن همه مکانها ما تا اطلاع دقیقی از میزان ایمنی جامعه نسبت به ویروس نداشته باشیم این کار درست و علمی نمیتونه باشه. من نمیتونم مطالعه آیا انجام شده یا خیر. گفتگو میکردم با دکتر مازیار صدری. در ادامه کاهش محدودیت هایی که برای کنترل شیوع کرونا وضع شده، آلمان از امروز درهای کلیساها، مساجد و کنیسه‌ها را باز کرده. صدر اعظم آلمان گفته که این کشور حاضر است بودجه قابل ملاحظه‌ای را صرف تولید انبوه واکسن کند. در همین حال اسپانیا کمترین میزان مرگ مرتبط با کرونا از زمان آغاز قرنطینه در این کشور را ثبت کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. آلمان امروز اماکن مذهبی و عبادتگاه‌ها را به روی مردم باز کرد. با رعایت احتیاط‌های لازم و فاصله اجتماعی. در ارتباط با مردم، کشیش‌ها و رهبران مذهبی باید از ماسک استفاده کنند. خواندن آوازهای مذهبی به صورت گروهی هم فعلاً ممنوع است. آلمان یکی از بهترین عملکردها را در مبارزه با کرونا داشته. مرگ و میرها 60% کمتر از آمریکا، 80% کمتر از اسپانیا. مهمترین عامل آزمایش گسترده مردم و جدا کردن مبتلایان. Jeder Mensch kann an dem Virus erkranken. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است دولتش بودجه قابل ملاحظه‌ای را برای تولید انبوه واکسن کنار گذاشته. برای روزی که واکسن پیدا شود. برای استفاده جهانی.
ظاهر آرام و اطمینان بخش و سخنان واقع بینانه او آلمان ها را با دولتشان تا حد زیادی یک صدا کرده است. روز چهارشنبه دولت قرار است که از سر گرفتن بازی های لیگ فوتبال را بررسی کند. وزیر کشور گفته است او از انجام بازی ها حمایت می کند. به شرط آنکه بدون تماشاگر برگزار شوند و بازیکنان تستشان منفی باشد. در آمریکا این پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی کشور بر فراز واشنگتن برای بزرگداشت دکترها، پرستارها و خدمه بیمارستانها، کسانی که جان خیلی ها را در این بحران نجات دادند. پروازهایی بر روی بعضی از شهرهای عمده آمریکا. در نیویورک فرماندار اندرو کیومو در کوینز آسین ها را بالا زد تا واگن های قطارهای زیرزمینی نیویورک را ضد عفونی کند. او میگوید شنیده هایش حاکی است که ویروس کرونا میتواند تا 3 روز بر روی میله های فلزی جا بماند. فرماندار نیویورک که عملکرد خوبی در این بحران داشته و اطمینان مردم این کلان شهر را جلب کرده میگوید هنوز برای باز کردن کسب و کار زود است. نیویورک شاهد بزرگترین مورد شیوع کرونا در آمریکا بوده است. خیلی از مردم در سئول پایتخت کره جنوبی تعطیلات میلاد بودا را در کنار دریا گذراندند. اولین باری که توانستند در این بحران کرونا با خیالی نسبتاً راحت تفریح کنند. کره جنوبی با سختگیری زیادی توانست اوج بحران را با مرگ و میری نسبتاً پایین با موفقیت پشت سر بگذارد. اگرچه هنوز مردم اینجا مواظبند که به یکدیگر نزدیک نشوند. در هند مثل آمریکا هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهرها پرواز کردند و بر روی کارکنان بیمارستانها گل ریختند. تشکر از کسانی که جانشان را برای کمک به دیگران به طور جدی به خطر انداختند. هند هنوز درگیر است و نگران. کسری ناجی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه از بی بی سی در لندن. رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که از فردا در بیش از 130 شهرستان مساجد و مراسم نماز جمعه بازگشایی می شوند. آلمان در عبادتگاه ها را به روی مردم باز کرده. اسپانیا هم کمترین آمار قربانیان را از زمان آغاز قرنطینه ثبت کرده. در ادامه برنامه، کارزار مسافران سرگردان برای پس گرفتن پول پروازهای لغو شده بر اثر کرونا. در ایران بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان لغو پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی درباره کانون وکلای دادگستری شدند. آنها گفتند که این آیین‌نامه در صورت تصویب استقلال وکلا را به خطر می‌اندازد و کانون‌های وکلای مستقل را به یک نهاد وابسته به قوه قضاییه تبدیل می‌کند. پیشتر هم شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای به سران سه قوه تلاش‌های قوه قضاییه برای تغییر آیین‌نامه وکلا را خلاف قانون و استقلال کانون وکلا خوانده بودند. اجازه بدید که با محمد حسین آقاسی صحبت بکنیم که از تهران با ما هستند. آقای آقاسی، شما از امضا کنندگان این نامه هستید. این نامه که شما به آن اعتراض دارید گفته شده که نقض میکنه استقلال وکلا رو. از چه جهت شما این نگرانی رو دارید؟ چطور این نقض اتفاق میفته؟ عنایت بفرمایید. در سال 1333 استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه تصویب شد و یک سال بعد از اون آیین‌نامه تصویب شد که در واقع نحوه اجرای این قانون رو تعیین می‌کرد. ماده 22 این قانون صراحت داره که آیین‌نامه باید به پیشنهاد کانون وکلا باشه و وزیر دادگستری فقط اون رو تایید می‌کنه و سلام. به هیچ وجه به قوه قضاییه و هیچ قوای دیگری اجازه داده نشده که برای کانون وکلا آیین‌نامه بنویسند. مشکل اساسی ما در اینجا اینه که متاسفانه مقاماتی در قوه قضاییه با تصویب این آیین‌نامه برخلاف موازین قانونی حق دخالت در امور کانون وکلا را خواهند داشت و وقتی که وکیل استقلال نداشته باشه و زیر سیطره
قدرت باشه طبیعتاً از حقوق مردم قادر نخواهد بود با شجاعت و شهامت دفاع بکنه. آقای آقاسی، این اعتراضی که شما کردید رو تا چند اندازه تصور میکنید که قوه قضاییه بپذیره؟ ما آقای رئیسی رو از اونجایی که در بین کلیه رؤسای این قوه جزو کسانی تلقی میکنیم که در آشنا هستن و از ابتدا در این قوه حضور داشته و مسائل رو میدونه و فقط به سخنان اطرافیان و مشاورینش توجه نمیکنه، تصور میکنیم که به این سخن ما و سخنان بسیاری از همکاران قدیم خودشون که از قضات دیوان کشور بودن و الان پروانه وکالت دادن و برای ایشون نامه نوشتن و توضیح دادن و توجیه کردن که این کار خلاف قانون و اصولاً بدعت بسیار ناپسند و رجعت به گذشته خواهد بود، گوش خواهند کرد و اجازه نمیدن که کسانی در قوه قضاییه به نام آقای رئیس قوه قضاییه قانونی رو، آیین‌نامه‌ای رو تدوین بکنن که زیان همیشگی و ابدی برای حیثیت خودشون هم خواهد داشت. آقای آقاسی، یکی از مواردی که مطرح شده اینه که به هر حال حتی بدون این آیین‌نامه هم برخی قوه قضاییه ایران رو متهم میکنن که این استقلال رو از وکلا و کانون وکلا سالهاست که سلب کرده، حتی بدون این آیین‌نامه. البته از ابتدا که حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمد، حجمه هایی توسط برخی از افراد به این کانون صورت گرفت. تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت در سال 76 و البته همون ابتدای هم بازداشت کلیه اعضای هیئت مدیره کانون و بعد قانون ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اخیراً هم سال 92 تفسیری ماده 48، همه اینها مواردی بود که به تدریج سعی کردند که استقلال کانون رو بگیرن و اجازه ندن که وکلا به اون صورت که وظیفه و رسالتشون هست از مردم و حقوق مردم دفاع بکنن. سپاسگزارم. اما این ظاهراً تیر خلاصی خواهد بود که بر استقلال کانون خواهد بود. محمد حسین آقاسی، وکیل از تهران، سپاسگزارم. سخنگوی نیروی آمریکا در افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر خشونت‌ها کاهش نیابد، پاسخ‌هایی در پی خواهد داشت. این سخنگو در یک بحث کوتاه توییتری با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، گفته که حملات دیگری تولید می‌کند. دولت افغانستان و گروه طالبان در این اواخر یکدیگر را به تشدید خشونت‌ها و نقض توافقنامه صلح آمریکا و طالبان متهم می‌کنند. اجازه بدید که با همکارم علی حسینی صحبت بکنیم که از کابل با ماست. علی، اول از جزئیات این بحث توییتری برامون بگو. خب، سنی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، سه توییت نوشته به زبانهای انگلیسی، پشتو و همچنین فارسی و خطاب قرار داده ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، و گفته که کاهش خشونت‌ها یک ضرورت مطلق است که وابسته به سه طرف جنگ افغانستان دارد: رهبران امنیتی دولت افغانستان، جنگجویان طالبان و همچنین نیروهای ائتلاف، و گفته که اگر حمله بشه حمله صورت می‌گیره و اگر خودداری از حمله بشه پس خودداری صورت می‌گیره. پس لذا باید همه طرف‌ها خودداری در پیش بگیرن برای اینکه خشونت‌ها کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه ذبیح‌الله مجاهد خواهان موقف جنرال اسکات میلر شد و گفته که وضعیت رو مشخص کنه، و در پاسخ به این توییت هم سنی لگت گفته که موضع همو است که طرف ها باید خشونت ها را کاهش بدن تا وارد گفتگوها و فضا بهتر شود. در مقابل هم باز ذبیح‌الله مجاهد گفته که وضعیت رو بیشتر از این خراب نکنید، راه حل توافقنامه صلح است که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در دوحه قطر به توافق رسیده. گروه طالبان هم امروز گزارش تلفات غیر نظامی ها رو ارائه کرده، چه گفته در این گزارش؟ خب، گروه طالبان تلفاتی را که گفتن که به مدت 3 ماه گذشته صورت گرفته آمار داده و گفته که 300 حمله صورت گرفته. در این 300 حمله بیش از 300 غیر نظامی کشته شدن، حدود 250 غیر نظامی دیگه هم زخمی شده، و گفته که عامل کشته شدن و زخمی شدن این غیر نظامی ها نیروهای آمریکایی و همچنین نیروهای امنیتی افغان است. این از طرف طالبان. دیروز هم دولت افغانستان آمار صادر کرد و گفت که در حدود 2.5 ماه گذشته بیش از 3000 حمله صورت گرفته که همه این حملات از طرف طالبان بوده و حدود بیش از 400 غیر نظامی کشته شدن و همچنین 500 غیر نظامی دیگر زخمی شدن. به هر حال واقعیت میدانی فعلا این است که هر دو طرف عملیات هایی را انجام میدن که در این عملیات ها غیر نظامی ها کشته و زخمی میشه. سپاسگزارم علی حسینی، خبرنگار ما در کابل.
در ادامه چند خبر دیگر. مدیر کل اخبار بی بی سی در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده گفته که وقایع سال 2020 اهمیت کار روزنامه‌نگاری را در جهان نشان می‌دهد. فران آنزورث گفته با وجود حمایت گسترده سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا و بسیاری از دولت‌های دیگر، اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی بی بی سی و بستگانشان در ایران همچنان ادامه دارد و تلاش‌های در جریان است تا اعتماد به بی بی سی فارسی از طریق رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خدشه دار شود. او همچنین با اشاره به حمایت کم سابقه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بیانیه مشترک 4 گزارشگر ویژه این سازمان در محکومیت اقدامات حکومت ایران از همه کسانی که در تلاش برای توقف فشارها در کنار بخش فارسی بی بی سی ایستادند تشکر کرده. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران امروز برای سومین بار محاکمه شد. بیشتر برای آقای نجفی به اتهام قتل عمد همسر دومش حکم قصاص صادر شده بود، اما وکلای او گفتند این قتل که با شلیک چند گلوله صورت گرفت عمدی نبوده و درخواست تجدید نظر کردند. امروز نماینده دادستان از پرداخت مبلغی هنگفت به خانواده مقتول برای جلب رضایت خبر داد. به گفته نماینده دادستان آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که متهم هنگام ارتکاب قتل هیچ ماده مخدر، روانگردان یا الکل مصرف نکرده بوده. مرزبانی ایران گزارش‌ها درباره شکنجه و به آب انداختن مسافران افغان را تکذیب کرده و گفته که افغان‌ها با رفعت اسلامی برخورد می‌کنند. چند افغان می‌گویند مرزبان‌های ایران ده‌ها مسافر افغان را که قاچاقی از مرز گذشته بودند بعد از بازداشت و شکنجه به آب انداختند. یکی از آنها گفته که 23 نفر از افغان‌ها جانشان را از دست دادند. به گزارش خبرنگار بی بی سی در غرب افغانستان دیروز 6 جسد به شهر هرات منتقل شد. وزارت خارجه افغانستان گفته که موضوع را بررسی می‌کند. و برای اولین بار در 5 سال گذشته مرزبانان کره شمالی و جنوبی به طرف یکدیگر تیراندازی کردند. ارتش کره جنوبی اعلام کرده که در ساعات اولیه صبح امروز به وقت محلی یک پست بازرسی این کشور در منطقه غیر نظامی هدف چندین گلوله قرار گرفت و مرزبانان کره جنوبی هم متقابلا شلیک کردند. در این تبادل آتش کسی آسیب ندیده. دلیل تیراندازی از طرف کره شمالی معلوم نیست، اما یک مقام نظامی کره جنوبی گفته که احتمالاً ناخواسته بوده. یکی از ثروتمندترین سرمایه‌داران آمریکایی میگوید گروه تحت مدیریتش همه سهام خود را در 4 شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکا فروخته. وارن بافت صاحب شرکت برکشایر هاتاوی گفته که به علت شیوع کرونا جهان دچار تغییرات اساسی شده و صنعت هوایی دیگر جای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. این شرکت که بخشی از سهام شرکت‌های هواپیمایی امریکن ایرلاینز، دلتا، ساوت وست و یونایتد کانتیننتال را در اختیار داشت میگوید به خاطر بحران کرونا در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 50 میلیارد دلار ضرر کرده. ده ها هزار مسافر در کشورهای مختلف برای پس گرفتن پول پروازهایی که به خاطر کرونا لغو شده در سردرگمی به سر می‌برند. در ایران مقام ها گفتند معادل 95 میلیون دلار پول مردم در حساب های شرکت های هواپیمایی و مسافرتی خارجی است که نمی توانند پس بگیرند. در بعضی از کشورها از جمله کانادا و اینجا در بریتانیا ده ها هزار مسافر معترض با امضای توماری از دولت ها خواستند به شرکت های هواپیمایی فشار بیاورند. کمون خاموش گزارش می‌دهد. این فرودگاه همیشه پر خالی تر از همیشه، مثل بیشتر فرودگاه های جهان به دلیل شیوع کرونا با سرنوشت نامعلوم روبروست. در بیرون ترمینال کرونا 2/3 کل هواپیماهای مسافری جهان را خاموش کرده و ده ها هزار مسافری که در انتظار پس گرفتن پول بلیطشان هستند در سردرگمی به سر میبرند. 41 میلیون تومان پول ما رو خورده و الان 3 ماهه که ما پولمون رو از این آژانس میخوایم و این آژانس غیب شده رفته و اصلا جواب ما رو نمیده. با دفتر قطر تو تهران تماس گرفتم، گفتم شما باید 28 روز صبر بکنید. من بعد از این 28 روز مجددا باهاشون تماس گرفتم، گفتن که درخواست شما هنوز پندینگ هست، به اصطلاح هیچ اقدامی روش نشد. در ایران هفته پیش مقام ها در این مورد آمار زد و نقیز دادند، اما آنچه واضح است این که تلاش اکثر مسافران برای پس گرفتن پولشان از هواپیماهای خارجی و شرکت‌های مسافرتی داخلی در 4 ماه گذشته بی‌نتیجه بوده. بالغ بر 400 میلیارد تومان پول مردم در اختیار ایلان‌ها هست و مردم هم نمیتونن پولشون رو مسترد کنن. دفاتر ما هم اینقدر توان ندارن.
از سوی برخی از شرکت ها به جای پرداخت پول نقد به مسافران گفتند با پول بلیتشان می توانند در آینده بلیت جایگزین بگیرند. از جمله هواپیمایی قطر که به مشتریانش کوپن 2 ساله پیشنهاد کرده. بعضی از مسافران هم گفتند نمایندگان قطر ایرویز از آنها خواسته با هزینه بلیت عطر بخرند. هواپیمایی قطر به بی بی سی فارسی گفت این سیاست رسمی شرکت نیست و شاید سوء تفاهم شده باشد. اما پروازهایی که از طریق آژانس‌های مسافرتی خریداری شده و یا شامل چند شرکت هوایی می شود مشکل مسافران را پیچیده تر کرده. محمد ساکن کانادا از طریق یک آژانس بلیت خرید تا بعد از 3 سال با خانواده‌اش تهران برود. تقریبا میشه گفت از اوایل ماه اپریل شروع کردم به تماس گرفتن، شاید بگم بالای 10 بار من با فلایت هاب تماس گرفتم و اونا ریفر میدن منو به ایرلاین، به ایرلاین میگه که پرواز کنسل شده، ایرلاین پولو برنمیگردن. حتی این آخرین بار که انقدر باهاشون بحث کردن حتی تلفن رو من قطع کردن و به منم اعتبار دادن که تا آخر ماه آگوست باید بلیتمو مثلا خریداری کنم، اگه نه که کلا پولم سوخت میشه. قوانین بیشتر کشورها در مورد لغو پروازها شرکت‌های هوایی را مکلف به پرداخت وجه نقد مشتریان می‌داند. در کانادا گبر لوکاس و همکارانش دادخواستی را انداخته که تا حالا بیش از 40,000 نفر از جمله محمد آن را امضا کرده‌اند. به هدف آگاهی دهی به مشتریان در مورد حقوقشان. بر اساس قانون مسافرها حق دارن پول پروازهای لغو شده خودشون رو پس بگیرن. هر کسی به شما چیزی غیر از این میگه دروغ گفته. شرکت‌های هوایی حق ندارن پول مشتریاشون رو گروگان بگیرن و یا از اون مثل قرض بدون سود استفاده کنن. شرکت‌های هوایی تا اینجا تنها در اروپا تا پایان ماه می به ارزش 8 میلیارد پوند بلیت فروختند که باید به مشتریان برگردانند. اما بلایی که کرونا بر سر صنعت گردشگری و هوانوردی آورد بی سابقه بوده و حصول این پول‌ها ساده به نظر نمی‌رسد. و اگر دولت ها به شرکت های مسافرتی فشار قانونی و کمک مالی ارزانی نکنند، مردم تا ماه ها دنبال پول های از دست رفته ایشان سرگردان خواهند بود. کاون خاموش، بی بی سی. سپاسگزارم به ویژه از شما که نظاره‌گر این بخش خبری از طریق یوتیوب بودید. تازه‌ترین خبرها را می‌توانید در وبسایت ما ببینید. bbcpersian.com برنامه‌های تلویزیون و رادیو را می‌توانید در سایت فارسی بی بی سی هم ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های رادیو تلویزیونی ما و ساعات پخش را هم می‌توانید از طریق وبسایت ما به دست آورید. سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.